اواخر لیسانس من به هوش مصنوعی علاقه‌مند شدم و برام جذاب بود که ببینم با هوش مصنوعی چه کارهایی میشه کرد. و یه خود مطالعه که بیشتر کردم دیدم که هوش مصنوعی که الهام گرفته از هوش طبیعی باشه پتانسیل خیلی خوبی داره. در نتیجه پی اچ دی برین ساینس خوندم. یعنی رفتم هوش طبیعی رو یاد بگیرم با فوکس این که از با الهام از اون هوش طبیعی و برین بیایم در واقع الگوریتم های هوشمند توسعه بدیم و دیولپ کنیم. اواخر پی اچ دی توی همون در واقع کمبریج یک کمپانی به اسم کاگنیتیویتی رو تأسیس کردم با یکی از دوستان آقای حسین حبیبی که کارش در واقع تشخیص زودرس آلزایمر با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی که خب شرکتمون هم سال 2018 آی پی او شد. حالا نمیادش هم دیده. توی این بینابین هم یه سه سالی دانشگاه مایتی دیپارتمان سی سی ال دیپارتمان کامپیوتر ساینس و هوش مصنوعی مشغول تحقیق بودم. شما میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید. توی سمت در واقع راست من میبینید، سمت راست من میشه درست. توی سمت راست من میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید برای جنگاوری و جنگ افروزی، مثل این ربات های جنگجویی که در واقع باستن داینامیکس درست کرده. حالا یوتیوب هم سرچ کنید میتونید ویدیوهاش رو ببینید یا استفاده کنید برای سلامت انسان، بر خدمت انسان و برای انسان. خب یکی از چیزهایی که AI for good در واقع مثال خوبشه، مثال خوبه در واقع هوش مصنوعی برای انسان و در خدمت انسان، حوزه سلامت، حوزه هلث کیر. با این انقلابای صنعتی، با این چهار تا دوره انقلاب صنعتی احتمالاً آشنایی دارید که انقلاب چهارمش اینداستری 4.0 هوش مصنوعی هستش. حوزه سلامت یا پزشکی همونطور که روی این لاین هم می‌بینید هنوز یک مقدار از بقیه عقب نسبت به استفاده از هوش مصنوعی. یه علتش هم که اینو تا حدی توضیح میده اینه که حوزه هایلی رگولیتد، یعنی قوانین زیادی داره به خاطر اینکه با سلامت انسان سر و کار داره. ولی کن از اون طرف یه اپورتونیتی داره، یعنی خیلی کار انجام نشده توی حوزه سلامت، حوزه افکر وجود داره که میشه در واقع با ترکیب هوش مصنوعی خدمات بسیار زیادی رو به افراد داد. من جمله شاید براتون جالب باشه بدونید که مثلا تو حوزه دیاگنوستیس همین الان، تا من آمار ایران ندارم ولی آمار آمریکا سالانه حدوداً 12 میلیون میس دیاگنوستیس جدی وجود داره، یعنی تشخیص اشتباهی که منجر به مرگ یا منجر به سیریوس اینجری میشه. یکی از قسمت‌هایی که هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک کنه و تا الان هم تا حد خوبی استفاده شده همین حوزه دیاگنوستیس و دیتا گیدرینگ هستش. یه قسمت دیگه که هوش مصنوعی میتونه بسیار استفاده بشه تو ایمپروف کردن ورک فلو اینفیشنسی هست. یعنی ورک فلو اینفیشنسی خیلی زیادی تو حوزه سلامت وجود داره که با در واقع ایمپروف کردن شما میتونید با کاست کمتری خدمات بهتری به افراد بیشتری ارائه بدید و این کاست هلث کیر رو میتونه پایین بیاره. یه حوزه دیگه که دوباره در واقع هوش مصنوعی میتونه کمک کنه، عملا من یه مثال بزنم، مثلا چت بات هایی که میتونه کار یه پزشک عمومی رو انجام بده، این میتونه کاست هلث کیر رو خیلی پایین بیاره حداقل برای حد پزشک عمومی و این رو در خدمت یا در دسترس کسانی قرار بده که آدروایز در واقع اصلا دسترسی به پزشک نداشتن. این چیز خیلی دور از ذهنی نیست و پروتوتایپ های هم اوردی براش وجود داره. پزشک هوشمندی که تو حالا قالب چت بات پزشک عمومی میتونه مثلا به مناطق دوردست که توی آفریقا وجود دارن سرویس های تلمدیسین بده. خب حالا من در ادامه یک مثال میزنم از استفاده هوش مصنوعی توی هلث کیر که حالا استارتاپ همون کاگنیتیویتی خودمون هستش. آماده این یک. هر 3 ثانیه یک نفر توی دنیا ابتلا به دیمنشیا پیدا میکنه. دیمنشیا هم دمانس یا زوال عقل که معروف ترین نوعش هم بیماری آلزایمر هستش که معروفه با در واقع سیمتمای حافظه، یعنی همراه شده با سیمتمای مموری کامپلین، افراد اختلالات حافظه پیدا میکنن. اختلالات حافظه که در واقع ما به عنوان سیمتم بیماری میبینیم یکی از آخرین تغییراتی هستش که توی مغز اتفاق میفته و تازه توی رفتار فرد شما میتونید ببینید و اون اندرلاین پاتولوژی بیماری و در واقع اون
نیمه عمر مخفی بیماری حدوداً طبق حالا مطالعات و آماری که آرزم اسوسییشن پابلش کرده حدوداً 20 سال قبل از دیدن و علائم حافظه شروع میشه و این یه عدد خیلی بزرگیه و وقتی که شما اون علائم حافظه رو میبینید بیماری اونقدر پروگرس کرده که جلوگیری ازش یا به تاخیر انداختنش کار خیلی مشکلی و کار زیادی تو استیج نمیشه. الان حدود 47 تا 50 میلیون نفر ورلدواید در واقع از این بیماری رنج میبرن. ما تصمیم گرفتیم که بیایم با هوش مصنوعی یه قسمتی از این پازل این بیماری رو حل کنیم. در واقع به تشخیص زودرس بیماری کمک کنیم. تو استیجی که میشه کار بیشتری برای پیشنت انجام داد. پلتفرمی که ما توسعه دادیم پلتفرم اینتگریتد کاگنیتیو اسسمنت یا ICA یه پلتفرم هوشمندیه برای پایش و سنجش سلامت شناختی که به صورت هوشمند و پرسونالایز میتونه در واقع کاگنیتیو اسسمنت انجام بده. چطور کار میکنه؟ توی کاتگوری FDA یا کاتگوری حالا رگولاتوری به عنوان سافر از مدیکال دیوایس طبقه بندی میشه، یعنی سافری هست به عنوان مدیکال دیوایس. ما یه تستی در واقع طراحی کردیم که توی قالب این تست یک سری تصویر که اینا با دقت انتخاب شدن و نشرال استاتیستیکس های متفاوتی دارن و افراد نشون داده میشه توی بازه 5 دقیقه و تصاویری که به چشم اینها در واقع نشون داده میشه با سرعت خب مسیر بینایی رو طی میکنه، یعنی میره به رتین و بعدش نواحی اولیه بینایی و بعد به های لول ویژوال ریاز یعنی قسمت های بالای بینایی میرسه تا به یه ادراک برسه. خب یعنی انسان از اون تصویری که دیده یه ادراکی بتونه در واقع تشکیل بده، بفهمه که مثلا توی تصویر فلان چیزی که ما ازش خواستیم وجود داشته یا نداشته و بعد ما ازش خواستیم که اینو تبدیل به اکشن کنه، یعنی جواب بده که بله یا خیر. این یه متا ترنسلیشن اتفاق میفته، پس نواحی مختلف مغز رو این تصویر این در واقع تست درگیر میکنه و بعد در نهایت ما پترن ریسپانس فرد رو در طول تست جمع‌آوری میکنیم همراه با دموگرافیکسش مثل ایج، ادویکیشن، جندر و اطلاعات دیگرش. اینا در واقع میره به کلاود، پردازش میشه با دیتا ستی که قبلا وجود داشته مقایسه میشه از افرادی که آلزایمر داشتن یا اختلال شناختی خفیف داشتن یا سالم بودن و بعد جوابش کامیونیکیت میشه با کلینیشن نه با پیشنت. پس یک پلتفرم تکنولوژی هستش که مستقل از زبان همونطور که دیدیم چون یه سری تصویر یونیورسال ریکگنایزبل ما به افراد نشون میدیم و لذا شما میتونید از این هر جای دنیا مستقل از زبان فرد استفاده کنید. به صورت ریموت قابل دسترسیه، کاست افکتیو چون که زمان کلینیشن رو حفظ میکنه و لرنینگ بایاس نداره، به این معنی که شما میتونید برخلاف تستای امروزی که یه سری تستای کاغذی هستن مثل اینکه یه امتحان رو شما دوبار نمیتونید بدین، دفعه دوم خب احتمالا سوالا رو بلد میشین و 20 میشین. اکثر تستای شناختی امروز همینطورن، یعنی براشون برای کاگنیتیو مانیتورینگ نمیتونید ازشون استفاده کنید ولی این تست یادگیری نداره، یعنی شما میتونید حتی فلکچوئیشن های شناختی خودتون یا فلکچوئیشن های کاگنیتیو خودتون رو در طول هفته یا حتی در طول روز بسنجین و مانیتور کنید. مثل اینکه شما میخواین برید روی وزنه وزنتون رو مانیتور میکنید که مثلا من امروز این غذا رو خوردم یا این کارو کردم چه تأثیری روی وزنم گذاشت، میتونید این کار رو با این تست انجام بدین، برین روی وزنه شناختیتون ببینید که این فعالیتایی که امروز انجام دادین چه تأثیری روی سلامت شناختیتون گذاشت، مثبت بود یا منفی بود. خب چه ایمپکتی میتونه یه پلتفرم ساده این شکلی داشته باشه؟ میتونه در واقع هم ایمپکت اقتصادی خوبی داشته باشه هم به کوالیتی آف لایف افراد کمک کنه. ریپورتی که آرزمه اسوسییشن سال 2018 پابلش کرد توش نشون میدن که طبق تخمینی که زدن علاوه بر اینکه این ارلی دیاگنوستیس میتونه کیفیت زندگی اون افراد رو ارتقا بده و آنست سیمتمای شدیدشون رو به تاخیر بیاندازه به عنوان حداقل کاری که میشه انجام داد، 7.9 تریلیون دلار سیوینگ اقتصادی داره توی کر در و کاست مدیکالش که خب عدد خیلی بزرگی هستش. خب توی قسمت آخر تاک من میخوام یک تصویری یه مپی از این که اگر هوش مصنوعی در واقع با هلث‌کر اینتگریت بشه چه اتفاقات خوبی میتونه بیفته، یه تصویر کوچیکی از این میخوام به دوستان ارائه بدم. البته این تصویر قطعا تصویر پرفکتی نیست ولی که شاید یه ایده‌ای به دوستان بده.
خب ما مشاغلی که توی هلسکیر داریم یا تسکایی که توی حوزه هلسکیر داریم اون محور قرمز میشه جایشون داد و اون محور آبی هم توضیح میدم. محور قرمز در واقع به دو دسته تقسیم میکنم، اون چیزایی که به کامپشن احساسات نیاز داره، یعنی تسکایی که نیاز به کامپشن داره، و یه سری تسکایی که نه اتوماتیک و به صورت اتوماتیک اتفاق میفته، ماشینری بیشتر و به کامپشن نیازی نداره. از اون طرف روی محور آبی این رو تقسیم کردم به سه دسته، از پریونشن و دیتا گاترینگ تا دیاگنوستیک تا تریتمنت. خب یه سری چیزا مثل مثلا هماتولوژیست یا رادیولوژیست، شما مثلا تست خون که میدین شاید اصلا اون هماتولوژیسته که پای تست خونتون یه سری ریپورت نوشته رو اصلا نبینید، یا رادیولوژیست ممکن اصلا نبینید، حتی جی پی یا پزشک عمومی رو خیلی به کامپشن نیازی نداره، شاید همون چت‌باتی که مثال زدم میتونه جایگزینش بشه، خیلی نیاز به هیومن اینتراکشن و احساسات و اینها نداره، بلکه بهتر این هستش که اتفاقا احساسات و خستگی روی اون ریپورتی که رادیولوژیست مینویسه تأثیری نذاشته باشه. پس یه سری مشاغل هست به این شکل که توی این پایین سمت چپ قرار میگیرن. یه سری مشاغل دیگه که هیومن تو هیومن اینتراکشن براش خیلی مهمه و به اصطلاح تاچ هیومن نیاز داره، کامپشن نیاز داره، احساسات نیاز داره، مثل پرستاری، مثل کیر هوما، مثل مراقبت از سالمندان، کودکان و الی آخر. اینها اون حوزه هایی هست که انسان توش سوپریور نسبت به هوش مصنوعی. و از اون طرف وقتی به سمت تریتمنت میریم، خب هوش مصنوعی هنوز خیلی به حوزه تریتمنت وارد نشده و بیشتر توی حوزه دیاگنوستیک بوده فعلا. حالا تو حوزه تریتمنت میشه باز دو دستش کرد، اون دسته‌ای که اسپشیالیست هستن مثلا نورولوژیست یا سایکیاتریست هم روان پزشک یا سرجری، و یه دسته پایینش که مربوط به توسعه و ریسرچ میشه، مثل درگ دیولپمنت که توسعه دارویی هستش، یا مدیکال ریسرچ که میتونه منجر به توسعه تکنیک‌های جدید پزشکی بشه. خب توی اون قسمت پایین سمت چپ که مشاغلی مثل حالا هماتولوژیست و رادیولوژیست و اینا بود، این انتظار میره که با اومدن هوش مصنوعی تمام اینها الیمینیت بشه و هوش مصنوعی جایگزین اینها بشه، به خاطر اینکه اون ادوانتجایی که گفتم هوش مصنوعی نسبت به انسان توی این زمینه داره، میتونه بدون خستگی 24 ساعته با دقت خیلی خوب یک مثلا عکس ام‌آر‌آی رو بگیره و تمام اون ابنورمالیتی‌هایی که توش وجود داره رو هایلایت کنه برای پزشک متخصص که این رو بتونه ببینه. توی اون قسمت بالا که نیاز به کامپشن وجود داره، مثلا پرستار یا کیر هومایی که مثال زدم، هوش مصنوعی نمیتونه مستقیم در واقع اینوالو بشه، بلکه تحت سوپرویژن انسان میتونه یه سری اینسایت در واقع بده. این اسلایدای منو اگه برگردونید ممنون میشم. اسلایدام رفته اگه برگردونید ممنون میشم. هوش مصنوعی میتونه یه سری اینسایت بده، مثلا فرض کنید که توی یه کیر هومی یه پیشنتی در واقع افتاده روی زمین، یه سری دوربین اگه اونجا باشه میتونه فال دیتکشن داشته باشن اون دوربینا و در واقع اون پرستار رو صدا بزنن که اینجا اتفاقی افتاده و بیا در واقع تیک کیر کنه. اسلاید آخر به آخر آخر از آخر شروع کن. خب خوبه همینجا بس. خب توی ساید تریتمنت که نزدیک بشیم، قسمتی که به کامپشن نیاز داره، همون جایی که گفتم اسپشیالیست ها بیشتر فعالیت میکنن، حوزه فعالیتشون، اینجا نقش انسان خیلی پررنگ تره، مثلا یه سایکیاتریست یا روان پزشک اون تراپی که انجام میده، ولی هوش مصنوعی میتونه اینجا به عنوان یه اسیستنت بهش کمک کنه، یعنی باز یک کمک و همکاری هیومن تو ای آی اینتراکشن برای اینکه انسان‌ها کیفیت هلث‌کیر بهتری بگیرن. مثلا فرض کن که AI میتونه دیتای مختلفی رو در طول زمان این فرد حالا با حفظ پرایوسی در واقع جمع کرده باشه و بعد فرد که پزشک میره، پزشک فقط یه اسنپ‌شات همون روز رو ازش نداره، بلکه میدونه که مثلا فرض کن وقتی پیشنت میگه که من پام درد گرفته، این روز که پاش درد گرفته مثلا فعالیت بیشتری داشته یا فعالیت کمتری داشته، یا مثلا جای پاش ممکنه کشیده شده باشه. این اطلاعاتی داره که خود فرد ممکنه یادش نباشه و پزشک براش اطلاعات مفیدی خواهد بود. و در نهایت تو قسمت ریسرچ و درگ دیولپمنت،
به نظر میاد که یه ایکوال کانتریبیوشنی بین انسان و هوش مصنوعی وجود داشته باشه. این به عنوان یه بلوپرینت نسبتا ناقص از آینده هوش مصنوعی و هلث کیر. تشکر از دوستان.